یکی از هنرمندهای ایرانی هستید که به جرأت میشه گفت که میلیون‌ها ایرانی در طول سالیان دراز به شکل‌های مختلف با ترانه‌های شما زندگی کردند. این ترانه‌ها چه از طریق رادیو بوده، چه از طریق صفحات موسیقی بوده، چه از طریق نوارها بوده، چه از طریق بخصوص از طریق فیلم‌های فارسی بوده که شما در بسیاری از این فیلم‌ها خوندین و صدای شما از دهان هنرپیشه‌های بسیار معروف فیلم‌های فارسی در اومده بیرون و مردم اینا رو شنیدن. پرسش اول من اینه که موسیقی و خوندن رو از چه وقت شروع کردین؟ من از تقریبا خیلی بچگی، از 6-7 سالگی شروع کردم به خوندن و از البته از 7-8 سالگی در برنامه کودک رادیو ایران به تشویق مادرم شرکت کردم و از اون به بعد دیگه همینطور ادامه داشته. به خاطر دارید که تا به حال چند تا ترانه اجرا کردید؟ خیلی، راستش چون در قسمت‌های مختلف بوده میتونم بگم در برنامه کودک حدود 150 تا برنامه آهنگ اجرا کردم، در برنامه‌های گل‌ها 55 ترانه برای برنامه‌های گل‌ها بوده و برای برنامه‌های مختلف رادیویی ترانه‌های زیادی خوندم، حدود شاید 350 ترانه، ولی تعداد ترانه‌های فیلم البته بیشتر از همه بوده که به حدود 700 تا 750 ترانه میرسه. یعنی در مجموع شما بیش از 1000 ترانه اجرا کردین در طول؟ بیش از 1300 ترانه. 1300 ترانه. بله، تقریباً. همه اینا رو به صورت آرشیو دارید خودتون؟ نه متاسفانه، من خیلی از ترانه‌های مخصوصاً ترانه‌های فیلم رو ندارم. تعداد معدودی از اینها رو در آرشیو خودم دارم. ترانه‌هایی که در فیلم‌های فارسی اجرا می‌شد به چه شکل تهیه می‌شد؟ یعنی به شما آیا کارگردان اون فیلم می‌اومد به شما یا آهنگساز یا ترانه‌سرا سفارش می‌دادن که این ترانه رو باید بخونید، یا اینی که ترانه‌هایی بود که آهنگساز شما می‌ساخت اون رو و ترانه‌سرا به هر حال شعرش رو می‌گفت و شما اجرا می‌کردید و کارگردان بعداً می‌اومد استفاده می‌کرد؟ چه جوری؟ نه، این ترانه‌ها اکثراً با درخواست اولیه کارگردانان سینما یا تهیه کنندگان فیلم های فارسی به وجود می آمد. یعنی کارگردان از آهنگساز و از من یا و از شاعر به اصطلاح اون قطعه می خواست که این ترانه ساخته بشه، بر چه مبنایی، با چه شعری، یعنی با چه حالتی و آهنگ چطوری باشه، شاد باشه، غمگین باشه و شعر در چه حالتیه، هنرپیشه در چه حالتیه. تمام اینها اول سفارش داده میشد، بعد آهنگ ساخته میشد. شما با هنرپیشه های فیلم ها هم صحبت میکردین راجع به این که نقششون چی بوده و چجوری شما باید یه هماهنگی باشه بین صدای شما و بازی اونا؟ نه، بیشتر مواقع نه، البته خود کارگردان فقط برای من شرح میداد که این ترانه در چه صحنه اجرا میشه و حالت هنرپیشه چی باید باشه که من میبایست این حالت رو روی صدا پیاده میکردم. ولی تنها هنرپیشه‌ای که من بیشتر باهاش تماس داشتم و اغلب سر موقع ضبط این ترانه ها می اومد تا بهتر بتونه به اصطلاح این ترانه رو بگیره و حالتش رو احساس کنه، خانم فروزان بود. شما از جمله از معدود خوانندگان زن ایرانی بودین که دانش موسیقی دارین، نوت میخونین و کمتر خواننده‌ای بود در اون زمان که دانش موسیقی داشته باشه.
آیا در طول تمام این سالهایی که فعالیت هنری کردی خودتون آهنگ ساختین یا نه؟ بله، من تعداد زیادی آهنگ ساختم برای خودم و همچنین یک دسته تا ترانه ساختم برای خانم الهه که اجرا کردن. یعنی آهنگساز خانم الهه شما بودین و ترانه سراش هم همینجور؟ بله. چه اتفاق جالبیه در کار خودم. و متاسفانه دیگه من موقعی کار آهنگسازی رو شروع کردم که بعد از مدت کمی هم از ایران رفتم دیگه، به اون صورت ادامه پیدا نکرد. ولی البته کارهای جدیدی که خوندم الان اکثرش آهنگ از خودم هست. همیشه گفتن از خواننده یا هنرمند نپرسید که کدوم اثرش رو بیشتر از بقیه دوست داره. بله. اما واقعیت اینه که اینجور نیست. یعنی هر هنرمندی به هر حال تعدادی از آثاری رو که خلق کرده، حالا نقاشی بوده، ترانه بوده، آهنگ بوده، هر چی که بوده، بیشتر از بقیه به دلایل خاصی دوست داره. برای شما کدومی که از این حدود 1300 ترانه‌ای که خوندین، چند تاشون اونایی که بیشتر از همه با شما عجین شده کدوم است؟ خب خیلی بودن، چون تعداد زیاد بوده. اون ترانه‌هایی هم که واقعا برای من، برای خودم موندگار بوده و برای خاطر ساز بوده، خیلی زیاد بوده و شاید خیلی از این ترانه‌ها رو شما و مردم نشناسین. من مثلا در گلها اجرا کردم یا در برنامه‌های مختلف رادیویی اجرا کردم که برای خودم خیلی ترانه‌های زیبایی بوده. ولی از ترانه‌هایی که معروف شده خیلی و مردم میشناسن و برای خودم هم خیلی خاطره‌ساز بوده و همیشه شاید زمزمه کردن، ترانه باز آمدی بود از همایون خرم، ترانه عاشق شدن بود از انوشیروان روحانی، ترانه بی تو هرگز نمیخندم، ترانه من هم گریه کردم، که اینها ترانه هایی بوده که برای خودم هم خیلی جالب بود. کدام یکی از فیلم هایی رو که در اون آواز خوندید از همه بیشتر دوست داشتید؟ ترانه فیلم سلطان قلب ها. از وقتی که از ایران خارج شدید چه فعالیت هایی رو در زمینه کار هنریتون ادامه دادید؟ بله، از ایران، من از ایران که خارج شدم، البته بلافاصله بعد از یکی دو سال ازدواج کردم و در همون سالهای اول صاحب 4 فرزند شدم و واقعا وقت زیادی دیگه نداشتم برای ادامه کارهای هنری. اما با وجود این بود، یعنی کم و بیش کارهای فعالیت‌های هنری رو داشتم، مخصوصا در زمینه همکاری با سازمان‌های غیر دولتی در سطح بین المللی، از سازمان‌های دفاع از حقوق بشر، یونیسف، کمک به اطفال سرطانی، کمک به سازمان‌های نابینایان یا سازمان‌هایی که برای پیشرفت زنان روستایی کار می‌کردن، از این قبیل سازمان‌ها بوده که من باهاشون همکاری می‌کردم. این از یک طرف از طریق ارائه هنر و موسیقی ایرانی و بعضی وقت‌ها همراه بچه‌ها وقتی بزرگتر شدن با اونها هم سفر می‌شدم و اونها هم ترانه‌ها و آهنگ‌های اسپانیولی رو اجرا می‌کردن و بعدم یک آلبوم‌هایی درست کردم تو این مدت برای بچه ها در با موضوعات اخلاقی، ولی در حد که بچه ها بفهمن،
ویدیو موزیکال البته بود. و این اواخر که وقت بیشتری داشتم که دیگه بچه ها به قول معروف به ثمر رسیده بودن و دیگه خودشون خانواده داشتن و دیگه با من خیلی کار نداشتن و مسئولیت زیادی نداشتم، آلبوم هایی تهیه کردم و گاهی کنسرت هایی هم این طرف و این طرف دارم. در طول این سالهایی که از ایران اومدیم بیرون، خب طبعا با گروهی از مردمی که خاطرات زیادی از زمانی که شما در ایران برنامه اجرا میکردید و میخوندید دارید، با شما روبرو شدن، چه چیزی بینتون میگذره؟ چه اون برخورد کسی که میاد و یه دنیای خاطره از اهدیه داره در برخورد با شما چی میگه اول و شما چه احساسی؟ راستش من همیشه واقعا شرمنده میشم، اونقدر همه محبت و لطف دارن و همیشه یادشون هست ترانه های من و میگم جدا من از همه شون سپاسگزارم، از همه این عزیزان و فوق العاده محبت میکنن. برای خود من خیلی هیجان انگیز میشه این ملاقات ها. اگر زمان به عقب برمیگشت دوباره همین کریر رو ادامه میدادین؟ همین راه روی که تا الان اومدین ادامه میدادین؟ البته، ولی من خوشحالم از اونچه که از گذشته خودم. البته همه ما در مسیری که میریم اشتباهاتی میکنیم و ممکنه یک جاهای کارهامون به اصطلاح درست نباشه، در زمینه هنری دارم میگم، و اگر برمیگشتم سعی میکردم اونها رو اصلاح کنم. در میون خواننده ها و هنرمندان نسل خودتون که در ایران بودن، از صدای چه کسی بیشتر از همه خوشتون بود و میاد؟ من از صدای خیلی ها خوشم میامد. راستش خیلی هم دوست ندارم اسم ببرم، ولی خیلی از صداها رو دوست داشتم ولی زد می بردم. شما تا به حال در کانادا اومدین کنسرت دادین یا نه؟ بله بله، در کانادا در سال 2008 کنسرتی داشتم با همراه انوشیروان روحانی که خیلی هم موفق بود، و تقریبا 3 سال پیش همراه هنرمند عزیز ستار برنامه هایی داشتم در اتاوا، ونکوور و مونترال، و البته تورنتو برنامه نداشتم. به همین دلیل موقعیتی نبود، به همین دلیل این برنامه رو قبول کردم که جبران اون فقدان اون برنامه رو بکنم. برای دوستداران شما در شهر تورنتو در کنسرتی که روز شنبه برگزار میشه چی ارمغان تازه آوردی؟ من علاوه بر آهنگ‌های خاطره‌انگیز قدیمی که میخونم، 2-3 تا ترانه‌های جدید هم دارم که امیدوارم که مردم، شرکت کنندگان عزیزی که لطف میکنن و میان، دوست داشته باشن. Thank you.